علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از ترونتو و بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی از وین با ماست آقای بیات شروع میکنم شاید مهمترین سوال الان این هستش که به نظرتون آژانس قطنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد که پرونده رو به شورای امنیت بفرسته من می میکنم بله فکر کنم بله از این نقطه نظر که همکارتون هم اشاره کردم یک اندکی ضرب عجل در کار است یعنی که اگر که اروپایی ها تأخیر بکنند مکانیسم ماشه دستشون خارج خواهد شد یعنی الان یازده ما وقت دارن تا هنگامی که قطنامه 22 یک دورانش به پایان برسه و در واقع مکانیسم ماشه هم باش تمام بشه باید توجه بکنیم که برای فعال کردن مکانیسم باشه دو ماه هم وقت لازمه یعنی از وقتی که اروپایی ها شروع کنن که بخوان اونو فعال بکنن تا اینکه عملی بشه دو ماه وقت لازم داره از این نقطه نظر من فکر میکنم اروپایی ها خودشون تحت فشار تلقی میکنند و به احتمال قوی حدس میزنم که این قطنامه از طرف شورای حکام تصویب بشه آقای نامور حقیقی با این حساب به خصوص اگر قطنامه هم علیه ایران صادر بشه و با دولت جدیدی که در آمریکا داره روی کار میاد و در این یازده ماه فرصتی که طرف های غربی دارن که احیانا مکانیزم ماشه رو فعال بکنن آیا به نظرتون تهران خودش رو برای برخورد داره آماده میکنه؟ با سلام خدمت شما بینندگار محترم و جناب آقای دکتر بیاد ببینید چند سناریو رو میشه متصور شد یه سناریو این که ایران داره مقدمه چینی میکنه بره برای بازی با ریسک بزرگ و در نتیجه میخواد بره به سمت ساخت بمب. و روی این قضیه هم رو چند تا موضوع حساب باز کرده یکیش اینی که چینیا با تایوان درگیر شند اگر آقای ترامپ بیاد وارد یک موج جدید علیه چین ایجاد کنه دومی که سطح درگیری روسیه با اوکراین باعث همین تهدید اتمی علیه اوکراین عملیاتی بشه و همچنین کره شمالی و تو این فضایی که ایجاد میشه همون چیز که آقای گفت نظم جدید داره شکل میگیره و ایران تو اون نظم جدید یه فرصتی پیدا میکنه که بتونه بره بازی با ریسک بزرگ و بالاخره این اقداماتی که اونا انجام میدن ایران قبل از اونا مکانیزم ماشه رو به قول من فعال کنه مقدمات حرکت به سمت تستبوم رو انجام بده تا بعد از خروج اونا این کار بکنن این یه سناریو که خب توی این سناریو حتما ریسک حمله آمریکا اسرائیل و غرب هست و همچنین تحولاتی که در بولی که قدرت هست قدرت از دست روحانیون به سمت نظامیان این دوتا موضوع است که من بعید میدونم هنوز در جمهوری اسلامی حل و فصل شده باشه و به با قول معروف کلید داده باشن برای این. یه سناریو دیگه این است که ما قبل از اون ددلاینی که به آقای بیات به درستی اشاره کردن چانه زنی رو انجام بدیم برای اینکه در نهایت ما باید با آمریکا وارد چانه زنی بشیم یک کم بحرانی میشه و حتی ممکن ما تهدید کنیم از امپیتی میایم بیرون ولی زمینه رو فراهم میکنه برای یک گفتگوی جدید با آمریکا و خب طبیعتاً باید قرارداد جدیدی امضا بشه چون ایران عملا دو تا راه بیشتر نداره یا باید کل قنیسازیش رو بده اون پیشنهاد یا دکتر میدانی دادن نا تحریم های اولیه رو برداره یا اینی که بخواد غروب آفتاب رو افزایش بده که اعتماد سازی کنه که بم نمیخواد بسازه اونم خب نیازمند یه قرارداد جدیدیه بنابراین در هر اگه این حالت رو بخواد انجام بده طبیعتا فکر میکنن که اگر یه کمی چانه زنیاشون برن بالا یا موقع رو افزایش بدن طبیعتا میتونن امتیازات بیشتری بگیرن یه سناریو هم این هست که کسانی که دارن این کارو میکنن خب این آقای اسلامی اصلا از اولا برخوردش غیر غیر حرفه‌ای بود با آژانس یه محاسباتی دارن که این محاسبات غلطه و تا الان نشون داده شده که این محاسباتی که میکنن در مورد واکنش غربیا غلط هست و اونا فکر میکنن قرب عقب میشینه ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه این, این پیشنهاد رو در تهران به آقای گروسی دادن و اروپایا میدونستن این تحریمی که دیروز گذاشتن اینکه که ها این, این پیشنهاد قبول نکردن و همونطور که برات گفت احتمالا قطنامه رو به قول معروف حالا میتونه به صورت به صورتی که اجرایی بشه یا فقط مشاورتی باشه یعنی فقط توصیه باشه ولی در مجموع اون چیزی هست که اروپا مصمم شده که وضعیت رو بره به سمت این است که یا ایران یک مسالمت یعنی کوتاهی بزرگ انجام بده یا اینی که مکانیزم ماشه رو فعال کنند و من فکر میکنم برای اقتصاد ایران آینده ایران تمام در ایران بسیار کار خطرناکی خواهد بود به خصوص که حکومت مسئله جانشینی هم داره نباید فراموش کنیم و این مسائل مسائل سوادش توجه کنیم آقای بیات اما حتی اگر در وین هم به یک قطعنامه جدی جمهوری اسلامی برخورد بکنه فکر نمی‌کنید میتونن در نیویورک امیدوار باشن که چین و روسیه در شورای رو به کنن قطعا مسیر فشار به جمهوری اسلامی از طریق فرستادن قطنامه نتیجهش در واقع به این ترتیبه که قدنامه صادر میشه و اگر جمهوری اسلامی رعایت نکند در اون صورت به شورای امنیت فرستاده میشه منتها این مسیر شورای امنیت مسیری نیست که غربی ها میخواهند زیرا که در بره به شورای امنیت از طریق روسیه و چین وتوم میشه من فکر میکنم قصد اروپایی ها در این است که شرایط روانی را برای سوال کردن مکانیزم ماشا فراهم بکنند یعنی قصد این قصد خطابه چونی نخواهد بود که بفرستن به شورای امنیت ممکن هم هست بفرستن ولی از اونجا نتیجه حاصلشون نمیشه اما میخوان که شرایط رو فراهم بکنن که در صورت لزوم که قاعدتا باید شتاب کنن اگه بخوان مکانیسم ماشه رو به کار بندازن بتونن به سرعت وارد اون روند فعال کردن مکانیزم معاشه بشن من موضوع رو به این ترتیب میبینم از طریق شورای امنیت مستقیم فکر میشن چون دیگه فرصتی نموده از... 11 ماه مونده اکتبر سال دیگه این توافق به پایان میرسه فکر میکنید طرف های اروپایی یا احیانا با روی کار آمدن دونالد ترامپ از این مکانیزم استفاده خواهند کرد؟ بسته به اینه که جمهوری اسلامی چگونه رفتار بکنه اگر جمهوری اسلامی مثل پاکنونی که یه پا بده جلو و یه پا عقب و, و این هم کارایی که میبینیم که ما حالا قنیسازی رو متوقف میکنیم بعد بالا میبریم چه میدونم بازرس ها رو بیرون میکنن بعد میگن حالا بازرس های دیگری رو حاضریم را بدیم خب من فکر میکنم کشورهای غربی دیگه پایبند همچی چیزهایی نشن بلکه یک اور و قرار جدی از جمهوری اسلامی بخواهند در مورد برنامه هستیش و این باید در طول دو سه ماه ها آینده صورت بگیره زیرا بعدش تا فعال کردن مکانیزم باشه شهست روز وقت لازمه خب ای لحاظ من فکر میکنم اروپایی ها و بعدش هم که دولت جدید امریکایی بیاد فشار رو افزایش میدن به این امید که رژیم کوتاه بیاد با توجه به وضعیت بسیار ناگواری که در ایران حاکمه نظر به وضعیت در واقع فاجعه آمیزی که رژیم درش به سر میبره با توجه به این که بسیاری از اهرمای رژیم برای فشار به غرب به طور مشخص اسرائیل هم ازش گرفته شده با توجه به اینها بعید به نظر نمیاد که عقل سلیم به کاری از رهبران جمهوری اسلامی یا رهبر بزرگشون این عقل سلیم بهش حکم بکنه که از این موضوع برنامه هستیش به این شدت و حدت کنار بیاد یا ازش صرف نظر بکنه یا به شدت تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی بگذارد گفتنش آسان است عملش بسیار سخت بازگشت به برجام قبلی میشه بگیم تقریبا غیر ممکن هم. اما هیچ وقت پایان دیپلماسی نیست همیشه میشه راه پیدا کرد به شرط اینکه به بیان من رژیم جمهوری اسلامی حاضر بشه اروی سایه خودش بپرد این موضوع داشتن بمب اتمی رو چه میدونم داشتن در آینده اینکه در واقع از برنامه هستیش تا کنون به عنوان یک وسیله تهدید استفاده کرده و الان در یکی دو سال اخیر به شدت می کند از این صرف نظر کند ببیند که این وسیله تهدیدی در, شر... در شرایط حاد نیست یا یعنی من برای اینو اشاره کردم که رژیم میتواند تا آنجا این فشار رو بیاره تا وقتی که دربی ها نمیخوان جنگ بکنند و واقعا هم نمیخوان جنگ بکنند از این لحاظ به جمهوری اسلامی امکان این مانورا را دادن اما یک وقتی پایان این مسیر خواهد بود متاسفانه امیدواریم به اونجا کشیده نشه اما بسته به سیاست جمهوری اسلامی به نظر من داره که چگونه رفتار بکنن آقای نامبر حقیقی اگر جمهوری اسلامی در این چهار سال زمامداری بایدن با بایدن و بلینکن و راب ملی و اینها نتونست توافق برجام رو احیا بکنه الان با شبات و شلوم گفتن ظریف و اقدامات این چنینی واقعا چقدر میتونه امید داشته باشه که با تیپ دونالد ترامپ و مارکو روبیو و حامیان دیگر او در کابینش که بسیار موازه تندی در مقابل تهران دارن به یک توافق برسه والا اینو من بهش میگم تمام محاسباتی یعنی وقتی که آقای بایدن اومد چهار سال پیشتر کار در اسفند 99 اینا یک توافق خیلی خوب داشتن عربستان بلافاصله بعد از پیروزی آقای بایدن قبل از که بیاد تو کاخ بهشون پیشنهاد مذاکره داد اینا حتی میتونستن در افغانستان هم چون دعوت کردن ایران هم بیاد تو مذاکرات افغانستان تو افغانستان هم میتونستن رول بازی کنن یعنی میتونستن حتی دست طالبان نباشه ولی همین تبع محاسباتی که خب الان اینا کوتاه اومدن ما میتونیم بیشتر بگیریم و همچنین تغییراتی که میخواستن در بلوک داخل بدن یعنی آقای روحانی رو و اون طرز فکر رو از قدرت برونن باعث شد که اون توافق رو انجام ندن بعدا هم خب انقدر تیم مذاکراتیشون نوارد بود و اعتماد به نفس نداشت انقدر کش داد که موقع که توافق روی میز اومد جنگ اوکراین شروع شده بود که وقت روسیه زد زیر میز و تیم ایران به خاطر روسیه منافع روسیه از حق خودش گذشت چیزی بوده 400 میلیارد دلار ضرر کردن و موقعیت های بزرگی هم از دست دادن که خب الان همه اینا از دست داره میره من فکر می کنم ایران تص... یه تصمیم نهایی باید بگیرن به این معنی که همونجوری که آقای بیات باید... دکتر باید گفتم ببینید این سری قبلم چند ماه پیش هم سه کشور اروپایی گزارش آژانس رو بردن در شورای امنیت مطرح کردن برای که کاور حقوقی اون مکانیزم هاشه رو فراهم کنن درسته یعنی گزارش دادن که آقا چند بار در شورای امنیت گزارش دادن بر مبنای آژانس و ایران اون چیزاش رو انجام نداده و طبیعتا بتونن مکانیزم هاشه رو فعال کنن از دنبه حقوقی به نظر میرسه که یک تصمیم گیری نهایی هست و این تصمیم گیری نهایی بلوک نظامی بخش از بلوک نظامی معتقده که ما در درگیری با اسرائیل چاره‌ای نداریم که وارد این درگیری بشیم برای که در نهایت عقب میشینن و تو اون فضا هم شما بایستی برید به سمت تست بمب اتمی و معتقدن که هزینه ها رو میتونن مدیریت کنن و هندل کنن و بعدش ایران یه افق باز رو بروش خب این اشتباه محاسباتی زیاد خود ده. شما چی واقعا به اون سمت میرین به نظرتون من بعید من بعید میدونم که همچین مسی... یعنی الان من بعید میدونم یعنی بین بلوک روحانیت و بلوک نظامی اختلاف نظر هست یعنی بخش‌هایی معتقدن نه اون هزینه هم در نظر میگیرن و بعدم خب میدونید هم مسئله جانشینی هست یعنی اگر اون اتفاق بیفته خب قدرت رو شما کامل در دست نظامی اینو باید جدی گرفت در محاسبات حکومت تصمیم گیری و از همه مهمتر که آیا جامعه کشش همچین درگیری رو داره یا نداره اونم در موقعیتی که نارضایتی اقتصاد خرابه یه راه دیگه اینه که آقای ترامپ مدلی که قبل امکان معامله داده بود این سری هم پیشنهاد رو میده یا نه چون اگر یادتون باشه درست بعد پیروزی باید ترامپ در 1995 آقای باید آقای ترامپ کسی رو فرستاد پیش آقای خوشرو یا آمریکایی رو فرستاد که جمهوری متعادل بود اون موقع نه نه این سری و پیشنهاد داد که حتی ما در مورد عادی سازی هم صحبت کنیم یعنی نه فقط برجام که کد رابطه رو الان هم آقای ترامپ اگر الان هم بالا گفته میشه ایلاماسکو فرستاده ما نمیدونیم چه گفتن البته در نیویورک حالا به هر حال ببینید اگر آقای ترامپ بخواد موافقت کنه باید یه پیروزی بزرگی نصیبش بشه این پیروزی بزرگ دو حالت داره یا ایران غنی رو بده خب این یه پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ در این حال مسئله اسرائیل هم نباید فراموش کرد به مسئله نیابتی اونام روی میزه این تا حالا روسیه بحث جداست اینی که ایران میخواد آمریکا رو از منطقه خارج کنه اونم چپتریست اونم به نظر من خب طبیعتاً روش بحث خواهد شد یه بحث دیگه اینه که اون چیزی که سری قبل آقای ترام میگه میگه آقا ایران غروب آفتابش رو یعنی این از اورانیوم 5 درصدش رو مثلا 200 کیلو رو 100 سال نگه داره حالا 100 سال نه ولی ممکن 10 سال 20 سال این دو تا چیزی است که به نظر من ممکن آقای ترامپ توافق کنه با اینا امتیاز بده آیا اینا اگر نخوان بمب بسازن ببین الان جمهوری نامی هزینه بمب میده بدون اینکه بمب ساخته باشه و الان نگاه کنید این راهش که باید تصمیم بگیره من فکر میکنم شرایط اجتماعی ایران هیچ راهی نداره که ایران بره راه کم قطر یه توافق همه جانبه بکنه ولی ممکنه در چهل سال گذشته همیشه حکومت محاسبات اشتباه کرده دست رو دیر عوض کرده و وقتی رسیده به اون پروژه که اون فرصت های اولش از دست رفته این دفعه مگه اون کار بکنن خب هم تحریم خواهد بود هم ممکن اسرائیل بیاد بخش از صنعت هسته‌ای رو بزنه و بعد در نهایت هیچ چیزی برای چانه‌زنی نداشته باشن اون ام امکانات چانه‌زنی از دست خارج ممنونم از شما علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از تورنتو و بهروز بیات مشاور پیشین آژانس از وین